در نوار قبلی صحبت کردیم که انتخابات رقابتی شده و سه جبهه در اون شرکت دارند و جبهه اصلاحات رابطه نرمتر، منعطفتر و پذیرنده تری با فعالین چپ، دموکراتیک و عدالتهای کشور داشتند و دارند. اونا اکثرا با رأی ما در دو خرداد 76 یا خرداد 88 یا حتی در انتخابات 92 96 که اعتدالگرایان اصولگرایان اعتدالگرا به حکومت رسیدند، با رأی ما این موفقیت براشون رقم خورد. و این رابطه رو جبهه پایداری و جبهه پادگانی هرگز با فعالین چپ و دموکراتیک نداشتند و همیشه برخورد خشن و تندی رو علیه ما داشتند. ولی خب دو تا سوال در اینجا مطرح میشه که در تمام محافل سکولار، دموکراتیک، جمهوری خواه، لیبرال، چپ، سوسیالیست کشور ما این روزها مطرحه. سوال اول اینه که چرا حکومت جمهوری اسلامی ایران آمده و این انتخابات رقابتی رو برگزار کرده؟ چرا برگشته به اون مدل های انتخاباتی 76 تا 96؟ سوال دوم اینه که آیا انتظار میره اگر آقای پزشکیان پیروز شد یا جبهه اصلاحات، حالا اعضای اون به کابینه راه یافتند یا مسئولیت گرفتند، تغییری در سیاست‌های کلان کشور به وجود بیاد، ساختار حکومت عوض بشه و مطالبات موقعه ما، من اسمش می‌ذارم مطالبات انقلاب شکوهمند 57، اونها عملی بشه؟ حتی امکان این هست که اون شعار آقای موسوی که اجرای بی‌تنازل قانون اساسی بود، یعنی اجرای اصل 26 و سایر اصول حقوق که به حقوق ملت برمیگشت، به اجرا در بیاد. من سعی میکنم در دقایق آتی به این دو سوال عمده جواب بدم. در مورد اینکه چرا حکومت برگشته به انتخابات رقابتی و آیا امکان این هست که این انتخابات رقابتی با اون شرایطی که در خرداد 88 باش مواجه شدیم و برخورد خشن نیروهای حاکم برای بی‌اعتنایی به آراء میلیون ها نفری که از آقای موسوی حمایت کرده بودند و ما با اون شرایط مواجه شدیم، چه احتمالی وجود داره که با اون شرایط الان مواجه نشیم؟ یا اصلا حکومت تصمیم گرفته، حتی آقای علی واعظ که از افراد عضو گروه بین‌المللی بحران آمد در کلاب هاوس این رو گفت که از قبل معین شده که آقای قالیباف رئیس جمهوره و شما رأی بده چه رأی ندید، ایشون فکر میکنند که آقای قالیباف رئیس جمهور خواهد شد. پس در این مورد دو تا شک عمده که وجود داره، یکی این هست که آیا سیاست‌های حکومت تغییر خواهد کرد یا نه، و یکی یا ساختارهای حکومت، و یکی دیگه این که از کجا معلوم که برهم نزنند و آقای قالیباف رو یا آقای جلیلی رو از صندوق به ضرب و زور بیرون نیارند. اول به قسمت دوم سوال اول جواب میدم که این کار اگر میخواست صورت بگیره، بنا به تجربه‌ای که حکومت در سال 88 پیدا کرد و بعد از اون هم رعایت کرد، اصلا آقای پزشکیان رو و این انسجامی رو که حالا در حول اصلاح طلبان و موقعیت برتری رو که در حول جبهه اصلاحات به وجود اومده و حول محور آقای خاتمی به وجود اومده، اصلا به وجود نمی آوردن. خیلی برای اونها راحت تر بود. و الان هم اگر سطح مشارکت بالا بره، امید بیشتر بشه و آقای پزشکیان برنده انتخابات بشه، برای حکومت به مراتب دشوارتر خواهد بود. من در قسمت پاسخ دادن به سوال دوم، قسمت دوم سوال اول، به این موضوع خواهم پرداخت که چرا برای حکومت تقریبا غیر ممکن شده که بازی انتخابات رو
آخر سر به هم بزنه اگر ببینه که نامزد به اصطلاح مورد نظرش از صندوق نمیتونه بیرون بیاد. نه، این کار رو من اصلا پیش بینی نمی کنم که اون جنبش رأی منکو این بار با قدرتی 100 برابر میاد وسط. من فکر نمی کنم این اتفاق بیفته، چون تمام محاسبات منطقی و استراتژیک و پیش بینی ها و فرصت هایی که برای ایران پیش آمده و محصول همین 6 سال گذشته است اونها رو برباد بده. اما آیا سیاست های حکومت، سیاست راست های اساسی سیاست حکومت تغییر خواهد کرد یا نه؟ من در اینجا مکس میکنم و 1-2 دقیقه درباره این که آیا به همین سوال جواب میدم، چه تغییری واقعا در حکومت ایجاد خواهد شد؟ در پاسخ به این سوال میگویم این تغییر همکنون به وجود آمده، یک تغییر مهم. حکومت تصمیم گرفته که مدل انتخابات 1400 رو که تمام فعالین دموکراسی خواهی ایرانی فکر میکردند ادامه خواهد داشت و حکومت به هیچ وجه حاضر به هیچ رقابتی نیست و یه پروژه یک دستسازی تا آخر طی خواهد شد و فقط نیروهای نظامی امنیتی حکمران بلا منازع این کشور خواهند شد. این الان چرخش خورده همین الان و انتخابات برگشت رقابتی. چرا برگشت رقابتی؟ به 2 دلیل. دلیل اول این هست که همون جوری که ما پیش بینی می کردیم و من حتی خودم شخصا فریاد زدم، ایستادم، جنگیدم برای اینکه آقای رئیسی به این شیوه انتخاب نشه، در یک انتخابات رقابتی انتخاب بشه و گوش نکردند. علی رغم اینکه 15 سال پیش به آقای خامنه ای نوشتم آقای خامنه ای شما با این وسیله، با حصری که به آقای موسوی و کروبی تحمیل میکنید و صدای مردم خودتون رو نمیشنوید، انتظار نداشته باشید سرنوشت جز رژیم سابق گریبانگیر شما بشه و کسانی دارند این سرنوشت رو برای شما رقم میزنند که مثل ثابتی، مثل نصیری هستند در زمان شاه. اونها هم شاه به جایی بردند که دیدیم و تجربهش کردیم، نرید از اون را. ولی خب از سال 88 با گام های آهسته تر و از سال 96 با گام های خیلی خیلی شدیدتر دستگاه حاکمه جمهوری اسلامی ایران به طرفی رفت که دیدیم. اما می دونستیم و حداقل من گفتم، من با تابلوی نب رئیسی روبروی محل صندوق رأی‌گیری جمهوری اسلامی ایران حاضر شدم، عکس اون رو منتشر کردم و رأی نب رئیسی رو به صندوق انداختم. چرا؟ برای که می دونستم این خیالاتی که اینها می کنند که ما حکومت رو یک دست می کنیم و اون وقت هم مسئله جانشینی رو، هم مسئله مذاکره با آمریکا رو تنهایی پیش می بریم و سودش هم تنهایی خواهیم خورد، اینها فکر و خواب خیالهای پوچه. این اتفاق نخواهد افتاد. رویگردانیدن مردم از صندوق رأی به روی آوردن اونها به خیابون منجر میشه. شما در خیابون با مردم بیگناه، مردم بیدفاع روبرو میشید، دستتون به خون اونها بیش از گذشته آلوده میشه و اگر چنین بشه شما هیچ کوچکترین امتیازی، کوچکترین مذاکره هم حتی نمیتونید با طرفهای غربی و ایالات متحده آمریکا و غیر و سالک انجام بدید. نخواهد شد و دیدیم که نشد. اینا میخواستند ولی نشد. حالا بعد از 4 سال باز شرایطی پیش آمده که ایالات متحده آمریکا آمده میگه آقای جمهور اسلامی ما میخواهیم با شما مذاکره بکنیم و مسئله رو حل بکنیم. البته مقاومت و پایداری مردم ایران و ایستادگی در برابر اون تهاجماتی که ایالات متحده آمریکا یعنی ترامپ و پومپئو اینها داشتن با تحمیل تحریم های ظالمانه، با تحمیل فشار حداکثری فکر میکردند حالا ایران از پای در میاد و تاباوری نداره، این محاسباتشون غلط در آمد و دیدند که تعادل قدرت در خاورمیانه به هم خورده. دیگه این خاورمیانه اون خاورمیانه سال 96، 97، 98 نیست
که آقای ترامپ می آمد و هم در بیت المقدس هم در ریاض آن نمایش اون چرا نمایش هایی رو میداد و می گفت که ما پوزه شما رو به خاک می مالیم، پشت شما رو به خاک می مالیم. اون اتفاقات نیفتاد، برعکس شد. امروز ها شما می بینید که پشت دشمن اصلی هر گونه گشایش ایران با جهان آقای نتانیاهو پشتش داره به خاک مالیده میشه. این اتفاقا داره میفته و آمریکا میبینه که بدون ایران حل هیچ یک از مسائل عمده منطقه امکان پذیر نیست و اینها میخوان برن به مذاکره با کسی که امروز واقعیت تعادل قوا و مناسبات قدرت در منطقه خاورمیانه رو لااقل حس کرده و میفهمه. ولی آیا موفق خواهد شد؟ اگر به همون شیوه تحقیرآمیز، تحکم‌آمیز، ظالمانه، سرکوبگرانه با مردم رفتار بکنند، اگر مردم در خیابان باشند، این کار امکان پذیر محاله. محاله. دو بار دیدیم این رو. یکی بعد از خرداد 88 آقای اوباما نامه نوشته بود میخواست که با اینها مذاکره کنه، حل و فصل و مسائل امنیت و تحریم ها و اینها برداشته بشه، ولی نشد. چرا نشد؟ برای اینکه مناسبات دولت حکومت شکاف بین تقابل‌آمیز بود، خونین بود و در این فضا به هیچ وجه، همونجوری که بشار اسد نمیتونست در اون فضای جنگ داخلی اصلا از خونش بیرون بیاد، ایران هم نمیتونه در حالی که اسلحه به روی مردمش میکشه بره با جهان بشینه مذاکره بکنه. یکی از دوستان ما آقای علی کشگر زمانی میگفت که اینها هدفشون این هست که سازش در خارج، سرکوب در داخل. آره، این هدفشون بود. ولی الان فهمیدند، درس گرفتند که این کار پوچه، این کار جواب نمیده. من نتیجه میگیرم که ضایع نشد اون خونهای جوانان معصومی که در سال 1401 بر زمین ها ریخته شد. حداقل این بود که درسی به حکومت داده که دیگه از این کارها صرف نظر بکنه، وگرنه سرنوشت خود رو و سرنوشت نظام جمهوری اسلامی رو هرچه زودتر به ناکجا آباد برده. ببینید، ما اپوزیسیون قدرتمند، سازمان یافته که بتونه حرکت میلیونی درست بکنه، سازمان یافته و حکومت رو مثلا ANC، کنگره ملی آفریقا به پای میز مذاکره بشونه نداریم. برخی از این جناح‌های راستگرای اپوزیسیون جمهوری اسلامی مدعی این هستند که اونها نلسون ماندلا هستند و اونها میخوان بیان و مثل ANC کار بکنن، ولی هیچ کدوم از این جناح‌ها، نه جریان سازمان مجاهدین خلق، نه جریان پهلوی طلب، هیچ کدومشون نه اون خصلت رو دارن، نه سابقه رو دارن، نه فرهنگ رو دارن که بخوان مردم رو جمع بکنن، متحد بکنن و در برابر رژیم تبعیض‌گرای ایرانی بخواد ایستادگی بکنن. چنین اتفاقی نخواهد افتاد و وجود نداره. ما تنها راهمون برای گذار مسالمت‌آمیز به دموکراسی، که لزوماً گذار به دموکراسی باید مسالمت‌آمیز باشه، نهادسازی در درون جامعه است. استفاده از امکانات علنی و قانونی تعبیه شده در دل جامعه ایرانی که از مشروطیت تا امروز گام به گام ساختیم و جلو آمدیم، متکی بر همین نهادها، همین فرصت‌های قانونی هست که محصول مبارزات ماست و باید الان بر اونها متکی بشیم اگر بخوام که امرمون رو پیش ببریم. و این امکان امروز به دلیل جانفشانی‌هایی که جوانهای ایرانی کردند، به دلیل مبارزاتی که این نسل، نسل زد و نسل‌های قبل از اون، نسل ما و نسل‌های قبل از اون در این میدان به عمل آوردند، پی گرفتند، ما میتونیم از امکانات هرچند محدود دموکراتیکی که در جامعهمون وجود داره در آینده استفاده بکنیم. من در اینجا یاد حرف زنده یاد بیژن جزنی، بنیانگذار سازمانمون، میفتم که در سال 38 و 42 وقت اون دوره تنفس پیش آمد به ما نصیحت کرد و با هم تصمیم گرفتیم که در جبهه، در صفوف جبهه ملی ایران فعالیت بکنیم، فعالیت علنی و قانونی، از زیر زمین بیرون بیاییم و در
دانشگاه ها، در محلات، در جاهای مختلف، در تماس با مردم بتونیم آرمان ها و اهداف نیک عدالت خواهانه و آزادی خواهانه خودمون رو پی بکشیم. امروز هم یک فضای تنفسی ممکنه، من نمیگم قطعا، ممکنه از پی این انتخابات به وجود بیاد، و اگر این فضا به وجود بیاد، این فضا امکانات برای فعالیت مدنی، نهادسازی، تشکلیابی گروه های اجتماعی مختلف رو مساعدتر میکنه. من نمیگم تمام امکانات در اختیار برای ما بسیج خواهد شد، نه، ما باز هم همونجوری که بعد از 2 خرداد دیدیم، با قطرهای زنجیره‌ای، با کشمکش ها، با زندان ها، با گرفتاری ها مواجه خواهیم بود. جمهوری اسلامی ایران تا هست، تا این نیروهای مثل جبهه پایداری، مثل جبهه پادگانی توشون هست و صاحب قدرت هستند، ما درگیر هستیم. ولی این بار به نظر میرسه که جبهه اصلاحات ممکنه تکیگاهی باشه برای طرح مطالبات قانونی موفق مانده از روزهای انقلاب، و ما بتونیم با تقویت این جبهه فضای تازه‌ای درست بکنیم، به توانمندسازی جامعهمون کمک بکنیم در فضای بهتری. از این نظر من دعوت میکنم از همه کسانی که دل در گروه دموکراسی، آزادی و میهن دارند، در روزهای عادی در منزل ننشینند، در هر محفلی که خانوادگی، در محل کار، در محل آموزش، دانشگاه، مدرسه و هر کجا که هستیم، در مباحثات مربوط به انتخابات شرکت بکنیم و با همدیگه تصمیم بگیریم که آیا ما میتونیم با تأثیرگذاری بر نتایج انتخابات فضایی رو درست بکنیم که فردای روز انتخابات شرایط بهتری برای پیگیری آرمان‌ها و اهداف خودمون داشته باشیم یا نه. هنوز تا راهی که ما برسیم به جایی که اونقدر قدرتمند بشیم که تغییر در قانون درست کنیم، تغییر در مناسبات در رأس حکومت درست بکنیم، یا قانون اساسی رو تغییر بدیم و قانون اساسی که با آرمان‌های ما تطابق داره تشکیل بدیم، تدوین بکنیم، هنوز فاصله داریم. امیدوارم بعد از 8 خرداد هم رابطه حکومت با مردم نرمتر و تحمل آمیزتر باشه، و هم رابطه ایران با جهان و بهره‌گیری از این فرصت‌هایی که برای ما برای حل مسائل با کسانی که نمی‌خواستند ایران قدرتمند بشه، اقتصاد ایران شکوفا بشه، چه رقابای منطقه‌ای، چه معاندان جهانی، این مسئله تحریم ها و انزوای ایران و دسترسی ایران به بازارهای جهانی، این موضوع حل بشه و ما به نقطه‌ای برسیم که بتونیم اون آرزوهای بزرگتر رو، یعنی تغییرات ساختاری در نظام حاکم و یا تغییر قانون اساسی در جهت جمهوریت و دموکراسی و عملیات بیشتر مردم رو پی بگیریم. امیدوارم این روزها اتفاق بیفته به کمک یاری شما.